مهمان من از دانشگاه های افغانستان، ترکیه و آلمان مدرک تحصیلی گرفته و در آلمان مدتی علوم سیاسی درس داده، ولی حالا چند سالی است بین نظریه های سیاسی و عمل سیاسی در رفت آمد است. او که قبلا از حضور نیروهای بین المللی در افغانستان راضی به نظر می رسید، حالا نخبگان افغانستانی را ناتوان و نیروهای بین المللی را ناکارآمد می خواند. این مقام مهم حکومت افغانستان چه آینده ای برای کشورش می بیند؟ آقای رنگین دادفرس پنتا، به برنامه به عبارت دیگر خوش آمدید. سپاسگزارم. آقای اسپنتا، مبارزه با تروریسم بین‌المللی از مرکز توجه دور شده، نخبگان سیاسی ناتوان و درماندند و نخبگان تاراجگر در قدرت و بیرون از قدرت در شبکه‌های مافیایی اقتصادی فعالند. این نظر شماست در مقاله‌ای که اخیراً چاپ کردید. با این حساب آقای اسپنتا هیچ امیدی به آینده افغانستان نمی‌تونید داشت؟ نه، من برعکس کاملا امیدوار هستم. این هشداری بود که حاصل یک ارزیابی کلی و مبتنی بر واقعیت‌های افغانستان و مبارزه دشواری که ما با تروریسم بین‌المللی داریم، با در نظر داشت کمبودها و کاستی‌هایی که در این مبارزه وجود دارد، در واقعیت نوعی گسترش و توسعه گفتمان در ساحات کلی و فراموش شده مبارزه با تروریسم. ولی یه خود فراتر از این صحبت‌های شما آقای اسپنتا، شما همچنین در همین مقاله میگین که نه تنها به تروریسم و حامیان اونها برخورد نمیشه، بلکه حامیان القاعده پاداش هم میگیرن و این توهم دامن زده میشه که گویا اینها همکاران استراتژیک ما هستند. روشنه که صحبت شما، روی سخن شما به پاکستانه. به عبارت دیگه شما از موضع امریکا در قبال پاکستان انتقاد میکنید. آیا اینها رو منتقل کردید به امریکایی ها؟ ما حکومت افغانستان از بیشتر از 5-6 سال که ما هم بخشی از مجریان این سیاست مبارزه با تروریسم بودم، ما در گفتگوهای گوناگون همیشه توافق داشتیم با جامعه جهانی که ما به یک استراتژی فراگیر در مبارزه با تروریسم نیاز داریم. منظور از استراتژی فراگیر این است که باید از یک طرف با توسل به زور مشروع با تروریسم جهانی مبارزه کرد، ولی از جانب دیگه مسائل توسعه و بازسازی و تقویت دولت مشروع در افغانستان در سرلوحه کار قرار داد. افزون بر این، نباید فراموش کرد که تروریسمی که در منطقه ما به عنوان خطر جدی برای افغانستان و همچنین سایر کشورهای جهان کماکان وجود دارد، تروریسم القاعده و شبکه‌های بین‌المللی تروریستی هستند که در منطقه ما دارای پناهگاه می باشند، دارای امکانات آموزشی و تعلیمی می باشند و دارای منابع مالی و مراکز سربازگیری که معروف به مدرسه ها هستند. ما متاسفانه تا کنون بیشتر متوجه معلول بودیم تا با علت ها بپردازیم. افغانستان همیشه از متحدان بین المللی خود خواسته است که باید با منابع تروریسم و با برخاستگاه های تروریسم یک مبارزی جدی صورت بگیرد. من میخوام تزم را در اینجا بسیار آشکار و علنی تکرار بکنم. بدون نابودی منابع تروریسم، بدون نابودی منابع و امکانات سربازگیری، پیروزی دراز مدت بر تروریسم بین المللی و بر انترنسیونالیسم جهادی ممکن نیست. خب یعنی شما اسمی از پاکستان نبردی، ولی روشنه که منظورتون از این که در منطقه مراکز تعلیم دهی و مراکز مالی همه اینها، منظورتون بیشتر پاکستانه. ببینید، وقتی شما در حلقه های اکادمیک و سیاسی جهان این مسئله مورد بحث قرار میدین، همه میدانن که ریشه مشکل در کجاست. من میخوام با صراحت بگویم در هر کجایی که پناهگاه دارن تروریستان، در هر کجایی که اینها امکانات سربازگیری دارند
و در هر کجایی که دولت ها از تروریسم به عنوان ابزار سیاست خارجی و توسعه طلبی و سلطه‌جویی در منطقه ما استفاده میکنن، باید جلو آنها را گرفت. بسیار خوب. حالا شما به حال روشن نشد برای من که شما این مسائل رو و این نظریه رو که شما مشاور عالی امنیت ملی ریاست جمهوری هستید، قطعا این رو از طریق آقای کرزی و شاید مستقیم به مقامات امریکایی هم اینو گفتید، چطوره که اونها به حرف شما گوش نمیدن؟ خب سوال برحقی است که باید اینو از متحدان بین المللی ما، نه تنها امریکا، از مجموعی متحدان بین المللی افغانستان باید پرسید. آنچه که من در این مورد که باید پناهگاه ها در هر کجایی که هستن نابود شوند، منابع مالی و همچنین امکانات سربازگیری، در این مورد من با رئیس جمهوری افغانستان کاملا نظرات من هماهنگ است و میان رهبری دولت افغانستان اختلاف وجود ندارد. من منظورم اختلاف بین شما نیست، من منظورم اینه که چطوره که امریکایی ها در واقع آیا فکر میکنین طی 9 سال گذشته امریکایی ها نتونستن دوست و دشمنشون رو بشناسن در منطقه؟ من میخوام بگم این یک پارادوکس است در سیاست ما، یک تناقض است در سیاست مبارزه با تروریسم. ما که قربانی اصلی تروریسم هستیم. شما توجه بفرمایید که ما در افغانستان روزانه بین 50 تا 60 نفر کشته میدهیم در مبارزه با تروریسم. کودکان افغانستان در هلمند و قندار و جاهای دیگه قربانی میشن، در کابل و در سایر شهرهای افغانستان توسط بمب‌های خود، حملات انتحاری، بمب‌های کنار جاده‌ای و غیره. بالاخره ما به عنوان قربانی اصلی تروریسم حق داریم بگوییم که از این طریق نمیشود بر تروریسم پیروز شد و هشدار بدهیم به متحدان ما که باید در سیاست مبارزهشان، در استراتژی مبارزهشان با تروریسم بازنگری بکنند. شما میدانین که هیچ مبارزه با تروریسم در هیچ جای دنیا بدون نابود کردن پشت جبهه تروریسم، بدون نابود کردن پناهگاه های تروریسم تا کنون به پیروزی نرسیده است و این یک توهم خطرناکی است که افغانستان قربانی اصلی آن است. شما وقتی میگین که نابود کردن پایگاه ها و حامیان تروریسم، شما پیشتر هم گفتین که دولت هایی که در منطقه حامی تروریسم هستن و کمکشون میکنن به تروریست ها، آیا منظور شما اینه که امریکا به پاکستان حمله کنه؟ به هیچ صورت. من به صورت طبیعی با تفکر باور سیاسی که دارم مخالف نظامگری غیر لازم و غیر لازم در سیاست می باشم، اما می خواهم بگویم که افزون بر تدابیر نظامی، تدابیر مؤثر دیگری هم وجود دارند. مثل چی آقای متجاوز؟ می گویم خدمت شما عرض میکنم. اول متجاوز و حامی تروریسم نباید پاداش ببیند. پاداش دادن به حامیان تروریسم پیام خطرناکی است، یک تناقض خطرناکی را در این سیاست من میبینم که نمیتوانم آن را بپذیرم. دو، تدابیر دیگری هم است، مانند تحریم های ملایم و نرم، فشارهای سیاسی، بسیج افکار عامه کشورهایی که قربانی تروریسم هستند، که این کشورها شامل افغانستان، منطقه ما، شامل کشورهای اروپای غربی و ایالات متحده و همچنین سایر کشورها می شود. شما چقدر امیدوارید که این استراتژی به شکلی که شما پیشنهاد میکنید تغییر بکنه در منطقه؟ چون شما در مقاله نوشتید که جنگ در افغانستان می رود تا به یک فاجعه طولانی برای ما و متحدان ما مبدل شود، بنابراین هیچ امیدی به بازگشت صلح نیست به وضع موجود. من می خواهم بگویم اگر چرخشی در استراتژی مبارزه با تروریسم به وجود نیاید، یعنی اگر کماکان مبارزه با تروریسم از مرکز توجه مبارزه ما با تروریسم بین المللی عملا به دور بماند و جنگ با تروریسم در یک جا و خود تروریسم در جای دیگری باشد، امکان پیروزی در این جنگ نیست. شما آقای اسپانتو در همینطور میگین که بدون روشن شدن مسیر و تعریف متحدان و حامیان تروریسم پیروزی در جنگ افغانستان میسر نیست. تعریف شما دقیقا چیه؟ اول خب اجازه بفرمایید که من بسیار کوتاه بگویم که در هر استراتژی نظامی کلن باید از تعریف دوستان و دشمنان آغاز کرد. با کی
بر علیه کی و برای رسیدن به چیز ما می جنگیم. اشکالی که در اینجا من میبینم، ما در حاشیه قضایا یک گفتمان ادامه میدیم، مثلا مبارزه با فساد که یک مسئله بسیار مهم و جدی است، اما مسئله اصلی حضور جامعه بین المللی و آنچه که حضور جامعه بین المللی در افغانستان مشروع میسازد مبارزه با تروریسم جهانی است. مصوبات شورای امنیت سازمان ملل متحد به همین دلیل حضور جامعه جهانی را در افغانستان مورد تایید قرار داد. بدین ملحوظ همه آنانی که از تروریسم به عنوان ابزار سیاست خارجی استفاده میکنند و برای تروریسم پناهگاه میدهند و پول میدهند، چی این در افغانستان باشد، چی در پاکستان و یا جای دیگری با آن باید مبارزه کرد؟ شما فکر میکنین پاکستان تنها همسایه افغانستانه که به هر حال کمک میکنه به تروریست‌ها؟ چون امریکایی‌ها ایران را هم متهم کردن به اینکه کمک میکنه به طالبان و تروریست‌ها. من میخوام بگویم که شایعات و افواهات در این رابطه وجود دارد، اطلاعات تایید ناشده من هم تا حال دیدم، اما مشکل ما افغان ها یاد گرفتیم که متوجه آنچه که اصلی است باشیم و توجه به فرع و فراموش کردن اصل ما را از مبارزه با تروریسم منحرف می سازد. ما با جمهوری اسلامی ایران روابط بسیار خوب داریم و می خواهیم این روابط همچنان بر حسن همجواری ادامه پیدا کند. ما از سهم جمهوری اسلامی ایران در بازسازی افغانستان سپاسگزار هستیم. مسئله اصلی مسئله پناهگاه های تروریسم است، مسئله مراکز سربازگیری تروریسم است که در جای دیگر است. یعنی وقتی که امریکایی ها در واقع اتهام ها رو علیه ایران مطرح می کنند یا اشتباه می کنند یا دروغ می گن؟ نه به هیچ صورت. سیاست باستاب منافع سیاست خارجی و امنیتی باستاب و امنیتی خارجی باستاب منافع ملی کشورها در برابر خارج است، در گام اول. البته من نمیخوام چنین تقلیل گرایی بکنم. سیاست خارجی ما در و سیاست امنیتی ما در خدمت دفاع از منافع امنیتی و سیاست و منافع ملی افغانستان است. ما مطابق با آن صحبت میکنیم و کشورهای دیگر هم مطابق به منافع ملی خودشان. آقای اسپنتو، همه میدونیم که ایران در دوران جنگ های داخلی از گروه های در افغانستان حمایت میکرد و نفوذ داشت در افغانستان. آیا الان هم نفوذ داره ایران در افغانستان؟ بدون شک همسایگان ما در افغانستان نفوذ دارند. نفوذ را باید با دو بخش تقسیم کرد. یکی نفوذ مشروع است که این نفوذ مشروع حق پاکستان هم است، حق جمهوری اسلامی ایران هم و کشورهای دیگر، همانطوری که ما حق داریم که منافع مشروعی در کشورهای دیگر داشته باشیم. آنچه که مایه نگرانی ماست که اگر این نفوذ مشروع از مرزهای مشروع قبول شده و تعریف شده در چارچوب حقوق بین الدول بگذارد و به عنوان ابزار اعمال نفوذ و یا تهدید برای حق حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ما تمام شود، که در این رابطه ما مردم افغانستان بسیار حساس هستیم. آقای اسپنتو، یکی از راههایی که پیشنهاد میشه و خیلی فعالانه هم دنبال میشه از طرف دولت شما، مسئله مذاکره با طالبانی که آقای کرزی به خصوص خیلی علاقمنده که این کار صورت بگیره. شما موافق این کار هستید؟ ببینید، مبارزه با تروریسم و پایان دادن به این خونریزی در افغانستان تنها همونطوری که عرض کردم با ابزار نظامی نیست. تلاش ما و تلاش حکومت افغانستان در مجموع که آن عده از طالبانی را که بخشی از القاعده نیستند، بخشی از شبکه های تروریستی بین المللی نیستند و ابزار سازمان های استخباراتی خارجی نمی باشند، ما وظیفه خود میدانیم که با تمام نیرو تلاش بکنیم این افراد را به یک زندگی صلح‌آمیز، شرافتمند و مشارکت در روندهای سیاسی افغانستان در چارچوب قانون اساسی افغانستان برگردانیم. به نظر من این بخشی از سیاست مشروع مبارزه با تروریسم است و در این رابطه رئیس جمهوری افغانستان کاملا حق دارند. ولی این که کار بسیار مشکلی نیست که افرادی که به هر حال خیلی در رده های بالای طالبان نیستن و از نظر ایدئولوژیکی هم اونچنان سمج و متعصب نیستن برگردوند. موضوع و مشکل اصلی اینه که چطور میشه خود طالبان و سران طالبان رو برگردوند، چون بحث مذاکره با طالبان اتفاقا اونه. شما کاملا برحق هستین با طرح این سوال. مشکلی که ما هم داریم که روند گفتگو با طالبان را یک روند بسیار
پیچیده میدانیم و معتقد هستیم که باید از یک طرف با صبر و شکیبایی به این مسئله برخورد کرد، از طرف دیگه پیش شرط راضی کردن تا آن حلقی رادیکال و سختگیر طالبان آوردن آنها به روی میز مذاکره و قانع کردن حامیان پشت سر آنها صرف از یک موضوع قدرت و نیرومند ممکن است، و این موضوع قدرت و نیرومند ایجاب همان استراتژی فراگیری را میکند که من در آغاز خدمت شما و بینندگان محترم شما عرض کردم. شما در این حال در همون مقاله که صحبت شد میگین که بازگرداندن چند روستازاده ناراضی در واقع مشکل ما را حل نمیکنه، که اشارتون به همون طالبانی که شما میگید الان، یعنی اون کسانی که برگردونین، یعنی به عبارت دیگه به نظر میرسه که شما چندان هم موافق مذاکره با طالبان نیستید. نه، من موافق هستم که ما باید آن از افراد عادی که وانه ده افراد دیگری هم که حاضر باشند قانون اساسی افغانستان را بپذیرند، باید به ایشان کمک کرد، باید به اینها امکانات زندگی اشتغال را و امکانات اشتغال را فراهم آورد تا یک زندگی صلح‌آمیز را آغاز بکنند. طالبان یک گروه یک دست، یک گروه یک دست نیستند. متاسفانه که در افغانستان گروه های گوناگونی در خارج به نام طالبان معرفی میشن. یک دی اینها کسانی هستند که از حکومت افغانستان ناراضی هستند به دلیل ضعف، کاستی، شیوع فساد در حکومت افغانستان، ناتوانی حکومت افغانستان در اجرای عدالت. یک دی دیگر اینها حلقه ها و گروه های وابسته و دستجات قاچاقچی و مافیای مواد مخدر هستند. یک دی گروه ها و باند های آدم ربا هستند که همه اینها زیر نام طالبان فعالیت میکنن، اما یک حلقی دارای یک ایدئولوژی رادیکال و خونریز و مربوط به یک نوع جهادیسم بین المللی میباشند که مشکل اصلی با آنهاست. من طرفدار این هستم که باید با تمام نیرو تلاش کرد هم آنانی که قانون اساسی را میپذیرند به یک زندگی عادی آنها را برگشتاند، اما با در نظر داشت این که امکان سربازگیری مداوم و بازتولید تروریست در جای دیگری به حد گسترده‌ای وجود دارد، تا این آب گندیده را از سرچشمه نخوش کنید ممکن نیست بر تروریسم پیروز شوید. ببینید، مقامات رهبری جمهوری اسلامی پاکستان خودشان اخیراً در یکی از کنفرانس ها در استانبول که منم در آنجا حضور داشتم گفتند که نزدیک به 40,000 مدرسه در پاکستان وجود دارد. حال شما تصور بفرمایید که اگر از 40,000 حتی 4,000 مدرسه رادیکال و افراطی باشند و هر مدرسه سال 2 تا رادیکال تولید بکنه، در واقع سالانه 8,000 انسان متعصب افراطگرا و ایدئولوژی زده داریم که حاضر است یک جنگ خونین بر علیه افغانستان و امنیت افغانستان و سایر کشورهای منطقه ادامه بدن. بدین گونه مشکل را باید از ریشه حل کرد، در غیر آن پرداختن به شاخه ها مشکل ما افغان ها را دست کم حل نمی کند. ولی آقای اسپنتا، شما سوالی که من پیشتر هم کردم، آن این که نظر شما اینه که امریکایی ها فشار بر پاکستان بیاره که این مراکز به قول شما این مدارس و حامیان تروریسم رو از بین ببره، چرا امریکا این کار رو نمی کنه؟ مشکلش چیه به نظر شما؟ به نظر من اینو باید از مسئولان سیاست گذاران ایالات متحده آمریکا که از ما دوست و متحد نزدیک ماست. من شخصا معتقد هستم که ایالات متحده آمریکا با جان و با پول خود برای زندگی بهتر در افغانستان و هر آنچه دستاوردهایی که ما داریم عمدتا توسط آمریکایی‌ها و زیر رهبری آمریکایی‌ها صورت گرفته، سرکسازی، مسائل بهداشتی و صحی، آموزش، پرورش، نظام رسانه‌های آزاد، ما بسیار سپاسگزار هستیم از قربانیانی که اینها در این راه دادند. اما در این زمان حق ماست که یک گفتمان انتقادی را با متحدین خود شروع بکنیم و آنها را متوجه بسازیم که از دید افغانستان کجای سیاست دچار اشکال است. بسیار خوب، یک موضوع دیگه هم که مطرح شده چند وقت پیش، رابرت بلکویل سفیر سابق امریکا در هندوستان مطرح کرد و اون مسئله تجزیه افغانستان، یعنی سپردن بخش طالب نشین به طالبا و بخش‌های دیگه به دیگران. این یه حامیانی هم در داخل افغانستان داره و تازگی‌ها خیلی در مورد این صحبت میشه. نظر شما در مورد چیه؟ این در واقع یه نوع فدرالیزم. ببینین، مردم افغانستان، ما افغان‌ها دارای کمبودها و کاستی‌های فراوانی هستیم، اما یک امتیازی که نسبت به تمام
کشورهای منطقه و همسایگان خود، بدون استثنا داریم که در افغانستان هیچ جنبش تجزیه طلبانی وجود ندارد و در حداقل در 150 سال اخیر هم به وجود نیامده است. تمام کسانی که در افغانستان جنگیدن، از چپان کمونیست که شروع بکنین یا تا دوران سلطنت پیش از آن تا به امروز تا طالبان، به نام کابل و به نام وحدت این آب و خاک جنگیدن. این نقطه قدرت ماست. یکی از آوارگان افغان که در تجرید و ناامیدی و یأس و ارمان به سر میبرن، شاید گفتمانهای منزوی را در بعضی جاها در این راستا شروع بکنن، ولی این در قلمرو افغانستان هیچ نوع بازتاب جدی تا کنون نیافته است و در آینده هم نخواهد یافت. بدون شک ما مشکلاتی در داخل کشور خود داریم، اما هیچ کسی، هیچ افغانستانی حاضر نیست که بدون نام افغانستان به نام دیگری مبارزه بکند. بسیار خوب آقای اسپت، اجازه بدیم بپردازیم به مسئله فساد اداری و حکومتی در افغانستان که موضوع بسیار بسیار مهمه و مشکل بزرگ کشورهای غربیه و متحدان شماست. شما پیشتر گفتین که این موضوع اصلی نیست، موضوع اصلی و قرار قبلی از طرف کشورهای غربی مبارزه با تروریسم بود، ولی شما قبول دارید که وقتی که فساد و رشوه‌خواری باشه مردم آسی میشن و به خصوص در مناطق طالب نشین و طالبان که در گذشته سمبل مبارزه با فساد و رشوه‌خواری و مدافع امنیت از به شیوه خودشون البته بودن، مردم جلب میشن به طرفشون. در نتیجه فساد میتونه خیلی مهم باشه. شما کاملا برحق هستید. من معتقد هستم که مسئله فساد یکی از مشکلات بسیار جدی بر سر راه دولت سازی است، اما تقلیل علتهای تروریسم جهانی و جهادیسم بین المللی به فساد افغانستان به نظر من کار دشواری است از چند لحاظ. اول، هیچ کسی نمیتواند به من بگوید میان فساد افغانستان و حملات تروریستی در متروی لندن چی رابطی وجود دارد؟ میان فساد افغانستان و حملات تروریستی در ممبئی هندوستان چی رابطی وجود دارد؟ ولی این را من میپذیرم که وجود فساد گسترده و همچنین خطر توسعه ساختارهای مافیایی در افغانستان که در نتیجه یک نوع همکاری و هماهنگی میان الیت بخش از فاسد شده الیت و رخبگان افغانستان و بخش فاسد شده آنانی که از بیرون به افغانستان آمدن تا از افغانستان سود ببرن، می رود که شبکه های مافیایی را و فساد پرور را و پشتیبان فساد را در افغانستان به یک نوع فرماسیون، به یک نوع ساختار اجتماعی اقتصادی تبدیل بکند. بدون شکستاندن این فرماسیون ها و این شبکه های مافیایی، امکان دولت سازی در افغانستان، امکان تأمین انحصار مشروعیت دولت در اعمال زور قانونی در سراسر افغانستان و ایجاد دولت مبتنی بر قانون در افغانستان وجود نخواهد داشت. از این لحاظ من کاملا با شما موافق هستم. اما اگر این را تقلیل بدهیم که تنها و یا عمده ترین علت تداوم حضور القاعده و سایر گروه‌های تروریستی و رهبری ایدئولوژیک طالبان در افغانستان فساد در دولت است، پس باید بپذیریم که ما با یک جنبش اجتماعی انقلابی در افغانستان رو در رو هستیم که علیه فساد و عدالت اجتماعی در این کشور مبارزه میکند. بدین ترتیب ببینین ما دوچار یک مشکل اخلاقی میشیم که بر واقعیت مبتنی نیست. بحث سر این نیست که تنها عامله، ولی قبول دارید که عامل بسیار مهمیه در این مسیر. من میپذیرم که این یکی از عواملی است که امکانات ضعف دولت و سربازگیری را در داخل افغانستان برای طالبان بیشتر مساعد میسازد. ولی شما آقای اسپنتر، شما رئیس اداره ای هستید که یکی از مدیران ارشد شما به اتهام فساد مالی تحت تعقیبه، ولی آقای کارزای از این بابت خیلی ناخشنوده. موضع شما چیه در زمینه؟ نه، اینطور نیست. متاسفانه من ناراحتیم را اجازه بدهید که هیچ کسی لااقل از طرف جامعه جهانی و همچنین نخبگان افغانستان تال من نیافتم که در اراده و تصمیم من در مبارزه با فساد شک کرده باشد. من به عنوان یک کسی که در این رابطه تعهد دارم میخوام برای شما، یعنی شما با رئیس جمهور مخالف هستید در این مورد خاص؟ نه، اجازه بدین که من روشن بکنم که واقعیت طور دیگری است. یک،
کسی که متهم به فساد است مشاور امنیتی رئیس جمهور نیست، یکی این اطلاع غلط است بخاطر آنچه یکی من نگفتم مدیر، ولی یکی از مدیران اداره شماست. من میخوام عرض بکنم خدمت شما، من قبول دارم مشکل ما این نیست که این نفر باید مورد پیگرد قرار بگیرد یا نه، برعکس من شخصا کاملا طرفدار این هستم که در سارنوالی افغانستان آنچه که در ایران با آن دادستانی میگویند باید این مسئله را با قاطعیت پیگیری بکند، با ارزیابی عناصر جرمی، با احترام به دولت قانون و در چارچوب قوانین نافذ افغانستان. اگر به عناصر جدی جرمی دست می‌یابد، شخص نامبرده را، شخص متهم را به محکمه راجع بکند. قانون اساسی افغانستان در این رابطه صراحت دارد. قانون اساسی افغانستان میگوید اگر شخصی به حکم محکمه با صلاحیت محکوم نشده باشد، بیگناه تلقی می‌گردد. با احترام به قانون اساسی افغانستان، این موضوع من است. اما از جانب دیگر میخوام بگویم که باید این مسئله پیگیری شود و رئیس جمهور در این مورد هیچ نوع مشکلی ندارد. مسئله آقای صالحی همچنان تحت اجرای سارنوالی افغانستان است و این مسئله دنبال خواهد شد. آنچه که از نظر حقوق من اینجا به عنوان یک آدم مسلکی با شما صحبت میکنم، نه کسی که تابع افکار عوام زده کوچه و خیابان است، میان ابزار حقوقی و اجرای عدالت و جرم باید یک تناسب وجود داشته باشد. همانطوری که کوبیدن یک پشه با توپ روانیست، دستگیری یک نفری که متهم به رشوه است، آن هم یک رشوه کوچک، توسط کماندوهای نقاب زده در نیمه شب و در حضور خانواده او، خود نقض قانون است. اشکالی که رئیس جمهوری داشت همین قضیه است، ولی من شخصا متعهد هستم که این پروسه باید پیگیری شود از طریق مجاری قانونی افغانستان. خیلی متشکرم آقای رنگین دادفرز پنتا از شرکتتون در برنامه به عبارت دیگر. ممنون از شما.